در جلسه امروز مجلس ارتجایی که از اعضای مجلس به نام امیر خجسته سوالاتی رو از وزیر اقتصاد و دارایی دولت روحانی پرسید که به گفته خودش دو سال پیش مطرح کرده و تازه الان اجازه طرح اون در جلسه علنی داده شده. او در قسمتی از سخنانش ادعای دولت روحانی مبنی بر تکنرخ شدن ارز رو تکذیب میکنه و اینطور میگه: ما 3.9 نرخ دلار داریم، نرخ دلار در خیابان فردوسی، نرخ دلار حواله‌ای، نرخ دلاری که کالای واداراتی دارن ایجاد میکنن در بازار خارج از مجلس و دولت به صورت پله‌ای انجام میشه. آقایان 10,000 دلار قیمتش 5,800 تومان، 50,000 دلار قیمتش 6,000 تومان، 100,000 دلار قیمتش 6,200 تومان. بخونم ما بقاشه؟ نمیخوام بخونم، التهاب ایجاد نشه. آقای وزیر اینها رو در بازار مدیریت کنید، تیم اقتصادی تعیین تکلیف کنه. والله مردم منتظرن، نفرین میکنن ما رو. این چه نظارتیست که ما در مجلس داریم؟ من سوال میکنم 2 سال بعد سوال من رو میآورن اینجا. اگر قبل از این سوال آورده شده بود، من فکر کنم بسیار از مشکل حل بود. آقایان مجلس، نمایندگان عزیز، این وضع ما هستش. این عضو مجلس ارتجاء در حالی که نگرانی و وحشت از حرفاش میباره، از دولت و مجلس و سایر اجزای نظام میخواد که یک فکری برای این وضعیت بکنن. پس کی میخواد جواب بده؟ آقا مردم اقتدار میخوان، مردم قاطعیت میخوان. بس کنیم دیگه این بحثای سیاسی جنایی رو، به داد مردم برسیم. والله اگر به داد مردم نرسیم اتفاقی دیگه نیفته. این وضع مدیریت بازار ارز نیست، این وضع معیشت مردم نیست. مردم در شرط سخت دارن به سر میبرن. به داد مردم برسیم شعار نیست، این اعتقاده. من جنایی خط گروه فکر نمی کنم، از دولت حمایت می کنم، ولی نمی توانم جایی که نقد دارم نقد کنم، جایی که مردم میگن آقا شما خاصیت ندارید، چرا حرف ما رو نمی زنید، جایی که مردم میگن بیا اینجا بشین، آقا من نانشه به منه دارم، چرا ارز یک مصر باید اینطور بالا بره؟ آقایان عزیز، سروران گرامی، تیم اقتصادی دولت، به داد برسید. من سوالی که کردم، سوال اعتقادم هستش، گلایه‌مندم هستم از این تأخیر، بازم تکرار میکنم، ولی شما رو به خدا به داد این مردم مظلوم برسید. مردم پیش از این تحمل ندارن. بله، روشن شد که او چرا اینقدر وحشت زده است. از این وحشت داره که طاقت مردم تاق شده و مردم در آستانه انفجارن و معنی واقعی به داد مردم برسید که میگه، معنیش اینه که به درد نظام برسید نه مردم. اما اونچه که درباره ارز گفت فقط یک بخش از غارتگری این رژیمه. بچه دیگر قاچاق ارز و قاچاق کالا هستش که سر به 10 میلیارد دلار میزنه و به رغم ادعاها، به اعتراف این نماینده رژیم در مجلس، هیچ کاری در این زمینه صورت نگرفته که هیچ، بلکه همچنان تلاش میشه تا روی اون سرپوش گذاشته بشه. ببینید و بشنوید. ما گفتیم قاچاق داریم، قاچاق ارز داریم، قاچاق کالا داریم، گمرک داریم. 6,481 خودرو قاچاق شد، گفتن نیست، صحت نداره. آقایان من اسنادش اعلان کردم، گفتن درسته. آقای وزیر، آقای رئیس گمرک، قاچاق ماشین داره میاد، از سوزن تا قطعات هواپیما داره وارد میشه. آیا اینطوری میخوایم توجه تولید داخلی داشته باشیم؟ نمیشه. بعد قاچاق همه جا رو در بر گرفته. آقایان میگن 15 میلیون بده از چین، از ترکیه براتون میاریم داخل ایران. آقای وزیر، شما رئیس گمرک بودید، شما تر جامعه گذاشتید. اینا هیچ کدومشون درست نیستش، از همون مبادی رسمی داره میاد. در یک نمونه دیگر، یکی از مهرهای باند خامنه‌ای در مجلس ارتجاء به نام کریمی قدوسی هم در یک مصاحبه ویدئویی به قضیه کالای ایرانی و واردات قاچاق می‌پردازه و اینکه این مسئله هیچ وقت حل نمیشه. او هم در جریان جنگ و جدال‌های باندی نوکی فقط به این موضوع می‌زنه. قسمت‌هایی از حرفای کریمی قدوسی رو ببینیم و بشنویم. بر اساس آمار گمرک ما 59 میلیون دلار
البسه وارد کشور شده. چیزی که بعد گفت خیلی جای تعجب و نگرانی، گفت آمار گمرکات جهانی، نظام تجارت جهانی اعلام کرده سال گذشته 1 میلیارد دلار پوشاک از سراسر جهان به ایران صادر شده. ما چقدر ثبت کردیم؟ 59. باقیش کجاست؟ قاچاقه. قاچاق. حرف معاون وزیر. این آقا وزیر اطلاعات معاونش اینجا نشسته. این تو دو تا مجلس قبل ما رو توی قرارگاه مبارزه با قاچاق کالای وزارت اطلاعات برده، کمیسیون امنیت رو، تمام مستندات قاچاق رو به ما نشون داده. به ما نهایت گفته 162 نفر تو این کشور مافیای قاچاقه. 162 نفر. نفر. 162 تا بانک، 162 تا مافیا. یکی توی مثلا پوشاک، یکی تو کیف و کفش، یکی توی کذا اینجوری. این آدما 162 نفر شناسایی شدن. تا اون تریلی که این قاچاق رو از گمرک شهید رجایی هم میکنه، شماره تریلیش مشخص، عکس رانندش مشخص، شماره تلفن همراهش، این اینقدر اشراف اطلاعاتی داره. خب تا اون گمرکی که میره، الان تو همین جلسه شما میگید 17 میلیارد دلار قاچاق. یه موردشو آقای خسرو تاج معاون وزیر تو پوشاک داره میگه 950 میلیون دلار قاچاق پوشاک بوده، 50 میلیون دلارش ثبت شده. گمرک جهانی میگه 1 میلیارد دلار ما دنیا به ایران صادر کرده. 17 میلیارد دلار شما میگید مسئولین دولتی که قاچاق الان هست، ما میگیم همین 17 تا درست. این وزارت اطلاعات میگه 160 نفرن، من شناساییشون کردم. خب این 17 میلیارد دلار از کشور ما با کیسیگونی که خارج نمیشه. میگه کم پوله به لحاظ حج. نه خیلی. چه جوری میره بیرون؟ از طریق صرافی ها میره. صرافی ها زیر نظر کیه؟ بانک مرکزی. بانک مرکزی تراکنش این 160 نفر رو بده. اینا هر کدوم به نامشون به اون آدمای دست دومشون چقدر پول جابجا کردن. این هم دستگاه قضایی، هم وزارت اطلاعات، این هم دولت، رئیس ستاد مبارزه با قاچاق کالا و ارز زیر نظر آقای رئیس جمهور، ستاد مبارزه با فساد اقتصادی زیر نظر آقای رئیس جمهور، تنظیم بازار و تعزیرات زیر نظر آقای رئیس جمهور، هیئت دولت، همه چی صفر و صد شناسایی شده، راهکار مشخصه، فریاد رهبری بلنده، مردم بیکارن، کارخانجات تعطیله، فشار روی مردم زیاده. چرا مبارزه نمیشه؟ چرا؟ آه همینه دیگه. چی بگیم دیگه؟ مردم بدانند مشکل با ماست، تو ماست. ما اینجا آمار نداریم. گمرک بین الملل به ما میگه من 1 میلیارد دلار فرستادم. گمرک ما میگه 59 میلیون دلار. 1 میلیارد دلار، 59 میلیون دلار با کوله برا که نمیاد، از داخل گمرک شهید رجایی میاد، با کامیون میاد، با تریلی میاد. بعد وزیر ما میگه که صدا و سیما ازش مصاحبه میگیره، میگه آقا از اونجا قاچاق میاد. میگه نه اصلا ما قاچاق نداریم در گمرک، تخلفه، یک سری تخلفاته. این آمار رو روزنامه‌های حکومتی هم البته اعلام کردن، مثل روزنامه اقتصاد ملی که در همین تاریخ 28 فروردین 97 منعکس کرده. اما طبعا نباید انتظار داشت که کریمی قدوسی بیشتر از این آدرس بده. این البته تمام آدرس هایی که داد مربوط به باند رقیب، یعنی باند روحانی و دولت روحانیه، و طبیعیه که هیچ اشاره‌ای به کار سازمانیافته سپاه پاسداران در امر قاچاق نکنه. مافیایی که بیش از 100 اسکله قاچاق و 10 فرودگاه چراغ خاموش برای واردات قاچاق و صادرات تروریستی داره، همون که رئیس جمهور وقتشون احمدی نژاد هم یکی دو بار بهش اشاره کرد و گفت برادران قاچاقچی، مثل همین پاسدار اسماعیل احمدی مقدم یا پاسدار رستم قاسمی وزیر سابق نفت و فرمانده قرارگاه خاتم که این روزا در جریان همین جنگ و جدال‌های باندی پروندهشون رو اومده. و البته در رأس همه اینها خود شخص خامنه‌ای
که کریمی قدوسی توی این حرفاش هم تلاشش اینه که خامنه ای رو در ببره، در حالی که همه میدونن که به قول معروف ماهی از سر گنده گردد نیزه دم.